کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران، قسمت دوم. دو هلیکوپتر در نزدیکی پاویون سلطنتی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشستند، یکی برای ما و دیگری برای مأمورین امنیتی. گروه کوچکی در آنجا منتظرمان بودند. چند افسر و چند غیر ارتشی به خاطر سوز و سرما به هم فشرده ایستاده بودند. پادشاه از مردم خواسته بود که در این روزهای سخت به جای آمدن به مهرآباد در محل کارشان بمانند. این فرودگاه که روزی پر از جوش و خروش و هیاهوی رفت و آمده هواپیماها بود، ناگهان مرده به نظر می رسید. فرودگاه به خاطر هواپیماهایی که به علت اعتصاب بر زمین بودند منظره حزن‌آور داشت و در آسمان خالی از هواپیما جز صدای بادی ممتد که از کوهستان البرز می وزید صدایی به گوش نمی رسید. همسرم ناآرام ایستاده بود و با چند تن از دوستان و وفاداران خود صحبت می کرد. ناگهان یکی از افسران گارد پادشاهی خود را به پای او انداخت و استدعا کرد که ایران را ترک نکند. پادشاه خم شد و او را از زمین بلند کرد. در این لحظه تأثر و اندوه او را که همیشه بر خود تسلط داشت فرا گرفت و اشک در چشمانش پدیدار شد. افسران که اشک خود را پنهان نمی کردند به نوبه خود از او خواستند در مملکت بماند. او چند کلمه با آنها و خصوصا رئیس ستاد ارتش صحبت کرد. خبرنگاران خارجی را دعوت نکرده بودند. خبرنگاران ایرانی بهت زده قدری دورتر شاهد این خداحافظی بودند. لحظه بعد پادشاه متوجه آنان شد و به سویشان رفت. او شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزیده بود و در همین لحظه تقاضای رأی اعتماد به دولت او در مجلس مطرح بود. پادشاه مایل نبود قبل از موافقت مجلس با نخست وزیری شاپور بختیار ایران را ترک کند. او به روزنامه نویسان گفت: همان گونه که به هنگام تشکیل دولت به شما گفتم، احساس خستگی می کنم و نیاز به استراحت دارم. همچنین گفته بودم که هرگاه اوضاع مناسب باشد و دولت مستقر شده باشد، سفری خواهم کرد. این سفر اکنون آغاز می شود. و من اضافه کردم که مملکت ما در طول تاریخ لحظات دردناک زیادی به خود دیده است، اما من اطمینان دارم که فرهنگ و هویت ایرانی پیروز خواهد شد. بدین سان ما به سفر می رفتیم، از صحنه دور می شدیم تا هر کسی فرصت اندیشیدن داشته باشد و کینه توزی ها با زمان تسکین یابند. پس از چند هفته مردم متوجه مسائل خواهند شد. آری، می بایست به آینده امیدوار بود. من به هیچ بهایی حاضر نبودم خود را تسلیم یأس و ناامیدی کنم. لحظه چند در حالت تنشی درد آور گذشت. سپس خبر آوردند مجلس به شاپور بختیار رأی اعتماد داده است و تا چند دقیقه دیگر با هلیکوپتر به فرودگاه خواهد رسید. در همان لحظه هلیکوپتر در آسمان پدیدار شد و اندکی بعد بختیار در حالی که خود را مرتب می کرد و دستی به سویل هایش می کشید به سوی جایگاه سلطنتی آمد. جواد سعید رئیس مجلس نیز او را همراهی می کرد. آن دو به نزدیک ما آمدند و با حالتی متأثر سر فرود آوردند. همسرم خطاب به آقای بختیار گفت: در حال حاضر همه چیز در دست شماست. امیدوارم موفق باشید. من ایران را به خداوند و شما می سپارم. 37 روز بعد آقای بختیار برای رهایی از مرگ مجبور به فرار از ایران می شد و تشکیل نخستین دولت اسلامی از سوی آیت الله خمینی اعلام می گردید. اکنون می توانستیم پرواز کنیم. در میان باد و سرما خود را به هواپیمایی رسانیدیم که معمولاً در سفرهای رسمی از آن استفاده می کردیم. یک بوئینگ 707 به رنگ سفید و آبی به نام شاهین. هنگامی که به پلکان هواپیما رسیدیم، پادشاه سر برگرداند و گروه کوچک مشایعت کننده بی حرکت بر جای خود باقی ماند.
از این دیدار آخر خاطره غیر قابل تحمل برایم باقی مانده است. حاضرین عبارت بودند از افسران، خلبانان، کارمندان دربار، افراد گارد شاهنشاهی که جملگی شهامت خود را ثابت کرده بودند و تشویش غیر قابل توصیف آنها کاملا محسوس بود. آنها یکی پس از دیگری در حالی که اشک در چشم داشتند دست پادشاه را بوسیدند. حتی در چشمان آقای بختیار نیز که خود خواستار عزیمت ما به خارج بود اشک حلقه زده بود. بعدها پادشاه در خاطرات خود نوشت: شواهدی از وفاداری که هنگام ترک مملکت ابراز شد مرا سخت منقلب کرد. سکوتی تأثرآور که گاه با صدای گریه این و آن در هم شکست. سرانجام با چند نفری که خواستار همراهی با ما بودند سوار هواپیما شدیم. امیر اصلان افشار، رئیس تشریفات و سرهنگان کیومرث جهانبینی و یزدان نویسی که به اتفاق چند افسر دیگر مسئولیت امنیت شخصی ما را به عهده داشتند. چند نفری نیز که از قدیم در خدمت ما بودند به ما ملحق شدند. در آخرین فرصت از دکتر لیوسا پیرنیا، پزشک بچه ها خواستیم در صورت تمایل ما را در این سفر پرخطر همراهی کند. او فوراً پذیرفت. خانوادهش در تهران ماند و خود او با یک چمدان لباس به ما پیوست و بالاخره آشپز ما نیز به این جمع اضافه شد. او که پیشبینی می کرد به این زودی ها به ایران باز نخواهد گشت و نخواهد توانست عادات غذایی خود را حفظ نماید، مجموعه از دیگ های مسی و کیسه های محتوای حبوبات و برنج با خود آورده بود. خلاصه هر کس به هر آنچه می توانست دلخوش کرده بود. به محض ورود به هواپیما پادشاه پشت فرمان نشست. خلبانی از جمله لذت های زندگی او به شمار می رفت. به همین مناسبت علی‌رغم تشویش خاطر و یا درست به همین سبب می‌خواست هواپیما را در این سفری که او را شاید برای همیشه از یاران و نزدیکانش دور می‌کرد هدایت کند. بهت زدگی حاصل از خشونت وقایعی که ناظر آن بودیم موجب شد که از جریان بلند شدن هواپیما چیزی به خاطر نیاورم، اما در عمق وجودم از اینکه از خود ضعف نشان ندادم راضی و مغرورم. در تمام مدتی که بر فراز خاک ایران پرواز می کردیم، همسرم هواپیما را هدایت کرد و چون از فضای هوایی ایران خارج شدیم، هواپیما را به خلبان سپرد و نزد ما آمد. در آن لحظه به وجود ورطه هولناکی که تاریخ ما را به سوی آن می کشید پی بردیم. چون یقین داشتم که اگر مقاومتی نکنم دیوانه خواهم شد، به این فکر افتادم که جهان را به کمک مملکت نگونبخت خود بخوانم. ما نگران گروه‌های مخالف انقلاب بودیم که بدون حمایت و پشتیبانی به زودی مورد تعقیب قرار می‌گرفتند. می‌بایست هر چه زودتر به کمک آنان شتافت و رؤسای دولت‌های دوست را آگاه کرد. از پادشاه اجازه خواستم تا برای بعضی از آنها پیام‌هایی بفرستم. با تعجب به من نگریست. سپس زیر لب موافقت کرد. با کمک آقای افشار پیام‌ها را نوشتیم و آن روز برای نخستین بار در حالی که به سوی جنوب مصر می‌رفتیم نوشتن کتابچه‌ای را که تا مرگ پادشاه یعنی تا 18 ماه بعد با من بود آغاز کردم. در اینجا چند صفحه از متن این کتابچه را بازنویسی می‌کنم. 26 دی ماه 1357. اوضاع در کاخ وحشتناک بود. خیلی وحشتناک. آخرین کارهایی که میبایست انجام میگرفت، آخرین گفتگوهای تلفنی، گریه‌های این و آن، مبارزه با ناامیدی، خودداری از گریستن، اطمینان دادن به دیگران، همه زندگیم را پشت سر میگذارم، امید بازگشت را حفظ میکنم و در این حال دلم آکنده از غم است. این مردمانی که خود را در کاخ به پای ما میانداختند، دعاهایشان، پرسشهایشان، به کجا میروید، کی باز خواهید گشت، چرا ما را رها می کنید؟ ما یتیم و بیکس شدیم. بلند شوید، توکل به خدا کنید، ما باز می گردیم. شما افسرید، نباید گریه کنید. و من بدون آنکه آنها متوجه شوند در درون خود می گریستم. با آوردن لبخندی بر لب، با یافتن کلمات مناسب و روحیه قوی را حفظ کردن، هنگام پیاده شدن از هلیکوپتر به روزنامه نگاران گفتم، یقین دارم که اتحاد ملی پیروز خواهد شد. من به ملت ایران اعتماد دارم. یکی از آنها آهسته گفت خدا نگهدارتان باشد و
پس از آن همگی به سوی هواپیما رفتیم. پای پله هواپیما مردان به پای پادشاه افتادند. همسرم سخت متاثر شده بود و چشمانش لبریز از اشک بود. خلبان، افسران، روزنامه نویسان نیز می نگریستند. ما به سوی آسمانی که تا چشم کار می کرد تهی بود پرواز می کردیم. احساسی دردناک بر من مسلولی شده بود. حس می کردم همه چیزم را از دست دادم. بچه هایم، دوستانم، وطنم. حس می کردم قلبم پاره پاره شده. ترجیح می دادم به جای این آوارگی در وطنم بمیرم. به کجا می رویم؟ چگونه می توان با قلبی شکسته به زندگی ادامه داد؟ هنگام نوجوانی چون به آینده فکر می کردم، در تصوراتم خود را در کنار همسری با فرهنگ می دیدم که به وجودش افتخار کنم. اما هرگز به فکرم نرسیده بود که قبل از پایان تحصیلاتم و در دورانی که زنان بیش از پیش برای مشارکت در توسعه ایران بسیج می شدند، یعنی نزدیک به پایان سالهای 30 ازدواج کنم. ضمناً در تصورم نمی گنجید که روزی با شخصیت اول مملکتم ازدواج خواهم کرد. روزی از پادشاه پرسیدم به چه دلیل مرا برای همسری برگزیدید؟ او با لبخندی پنهانی در پاسخ گفت به یاد داری؟ در یکی از نخستین برخوردهای من یک روز بعد از ظهر بازی پالت می کردیم. بیشتر گویها به جای اینکه روی نمرات بیفتند به زمین میافتادند و تو فوراً و با خوشرویی آنها را جمع می‌کردی. من قبل از آن به تو علاقه‌مند شده بودم، اما آن روز از سادگیت خوشم آمد. فصل اول. آنچه از نخستین دوره زندگی به خاطر سپردم کتابچه ایست کوچک که بعضی از صفحات آن را پدرم با دست خود نقاشی کرده بود و با علاقه و خوشحالی نخستین کلمات بچگانه مرا که به زبان می آوردم و نیز تغییرات وزن مرا در آن ثبت می کرد. اما ناگهان این خوشحالی جایش را به کابوسی وحشتناک داده بود. پدرم در صفحه پنجم این کتابچه می نویسد این جمعه یکی از تاریک ترین روزهای زندگی من است. فرح سرما خورده. این دایه نفهم از او مراقبت کافی نکرده است. هنگامی که خبر به من رسید در مرکز شهر تهران بودم. اتومبیلی کرایه کرده با شتاب به سوی شمیران رفتم. کوچولوی من دراز کشیده بود. چهره ای گرفته داشت و به سختی نفس می کشید. مادرش گریه می کرد. بالاخره دکتر توفیق سر رسید. بیماری او را گلودرد حاد تشخیص داد. فرح تب شدیدی داشت. تمام شب دستمال آب سرد بر پیشانیش گذاشتیم و تا سحر نخوابیدیم. طرحی از او مرا در رخت خواب نشان می‌دهد با کیسه یخ روی پیشانیم و علامت سؤالی بر بالای تخت. پدرم از خود می‌پرسید آیا دخترم زنده خواهد ماند؟ در سمت چپ تخت خواب چهره مادرم دیده می‌شد که به شدت گریه می‌کرد و در سمت دیگر تصویری از پدرم در حالی که سرش را میان دو دست گرفته و سخت غمگین است. و اما حال من چند روز بعد بهتر می شود و آنگاه پدرم می نویسد به لطف خدا حال فرح بهتر است، اما در این مدت خون گریستی. سال 1318 بود و ما با داییم محمد علی قطبی و همسرش لوئیز مشترکاً در یکی از خانه های حیاتدار آغاز قرن در شمال تهران زندگی می کردیم. هر زوج اتاقی در طبقه همکف داشت و اتاق بزرگ طبقه اول مطابق رسم ایرانیان خاص پذیرایی از میهمانان بود. اتاق کار پدرم نیز در همین طبقه قرار داشت. خانواده قطبی 6 ماه قبل از تولد من صاحب یک پسر شده بودند و به این ترتیب پسر داییم رضا اولین چهره کودکانه‌ای بود که شناختم. بدین سان نخستین گام‌هایمان را با هم برداشتیم و رضا جای برادری را برایم گرفت که هرگز نداشتم. سالها بعد دانستم که والدینم خواهان فرزند دیگری بودند، ولی اوضاع غم‌انگیز جنگ جهانی دوم در ایران آنان را از این فکر منصرف کرده بود. تصرف ایران توسط قوای روس و انگلیس در تابستان 1320 موجب شده بود که هر گونه آینده نگری در این مملکت به مدت نزدیک به 4 سال متوقف بماند. بدین ترتیب یگانه فرزند خانواده باقی ماندم و در نتیجه عزیز دردانه پدر و مادر.
برایم تعریف کردند که تا چه حد پدرم نگران من بود و همواره از اینکه بیمار شوم وحشت داشت و چون بعضی از واکسن ها در آن زمان هنوز در ایران پیدا نمی شد، صلاح را در آن می دید که کسی به من نزدیک نشود و خصوصا مرا نبوسد. اما این مراقبت ها مانع از آن نمی شد که من به همه بیماری های کودکی مبتلا شوم. در هر صورت هرچه بزرگتر می شدم و مستقلتر، کمتر می توانستند مانع رفت و آمد من با همسالانم شوند. بعد از خانواده ام، نزدیکان من عبارت بودند از دایی‌ام منور که زنی جوان، جذاب و شوخ‌طبع بود، یک خدمتکار زن و دو مستخدم مرد که به کارهای خانه می رسیدند. من و رضا همه آنها را دوست داشتیم، خصوصا که ما را با آغوشی باز می پذیرفتند و لوسمان می کردند. به محض اینکه والدین از خانه بیرون می رفتند، به سرعت خودمان را به آنان می رساندیم. ما را روی زانوهایشان می نشاندند و برای ما داستانهایی می گفتند که گاه بسیار ترسناک بود و ما را به عالمی می بردند که از آنچه مادرانمون نقل می کردند اسرارآمیزتر و وحشتناکتر بود. در یکی از زمائم همین ساختمان مواد غذایی برای چند ماه ذخیره می شد. آرد گندم، برنج، قند، بادام، روغن و غیره. من صدای مادرم را که با دیدن موش در این انبار فریاد می کشید خوب به خاطر دارم. آشپزمان به کمک او می شتافت و رضا و من که سخت به هیجان آمده بودیم از فرصت استفاده کرده به دنبال او خودمان را به انبار می رسندیم. انباری غرق در بوهای تند و ناآشنا.